با سلام خدمت دانش آموزای عزیز، وقتتون بخیر بچه‌ها، خسته نباشید. امروز قصد داریم وارد فصل دوم از کتاب هندسه 3 بشیم که مربوط به مقاطع مخروطی هستش و یافتن مکان هندسی ها. خب ببینید بچه‌ها، اول من یک دید کلی بهتون در مورد فصل بدم و بعد وارد فصل بشیم به صورت ریز صحبت بکنیم. اول بحث مکان هندسی ها میخواد مطرح بشه توی این فصل. اصلا این مکان هندسی ها چی هستن؟ مثلا شما با یه سری ویژگی هایی که برای نقاط تعریف میکنید چطوری میتونید یک شکل رو ترسیم بکنید و یک موقعیت مکانی رو به دست بیارید، که خب مربوط به درس اول این قسمت هست. بعد قرار هست بچه ها در رابطه با مبحث دایره ها صحبت بکنیم. دایره ها رو ما قبلا تو هندسه 2 دیدیم، ولی بچه‌ها ما چیزی که تو هندسه 2 در مورد دایره ها خوندیم هیچ ربطی به معادلات دایره و موقعیت مکانی دایره در صفحه مختصات نبود. ما قصد داریم در این کتاب موضوعاتی که در مورد دایره صحبت میشه رو ببریم به سمت معادلات دایره و اینکه موقعیت دایره رو به کمک معادلاتی که داره مشخص بکنیم و اون چیزایی مثلا وضعیت خط و صفحه، خط و دایره، وضعیت نقطه و دایره، وضعیت دوتا دایره نسبت به هم که قبلا تو کتاب هندسه 11 هم صحبت کردیم با هم، میخواییم بر اساس حالا معادله نویسی و موقعیت مکانی اون دایره ها در صفحه مختصات میخواییم صحبت بکنیم و خلاصه این معادلات رو بر حسب مسائل رو بر حسب معادلات دایره حلش بکنیم. بعد تو قسمت بعدش که وارد بحث بیزی ها و سهمی ها خواهیم شد، که خب این موضوع کاملا براتون جدید هست، میخواییم در مورد اول خود بیزی، خواص بیزی، ویژگی های بیزی و در نهایت معادلات بیزی آشنا بشیم و به همین ترتیب ویژگی ها و خواص سهمی ها رو ببینیم، که خب اصلا ببینید که اون سهمی که اینجا داریم میخونیم با سهمی تو حسابان چه ارتباطی بینشون وجود داره و اصلا چی هستن دقیقاً، یعنی کاربردهایی که بیزی ها و سهمی ها در حالا کل اطرافمون رو نگاه بکنیم و بسیار هم میبینیم به چه صورت هست، مثلا در چراغ ماشین ها، در آنتن های ماهواره و در کلن مسائلی که مربوط به مثلا چیزهایی که به سهمی ها برمیگردن و بیزی ها برمیگردن، ما میتونیم کاربرد اینا رو تونا ببینیم. خب بریم اول سر وقت این که مکان هندسی به چه صورت هست و مقاطع مخروطی که حالا سازنده یه دایره سهمی و بیزی هست، همونطور که دارید میبینید بچه‌ها یه سری اشکال رو دارید میبینید که به عنوان یک سری حالا شکل‌های فضایی هستن، ما می‌خوایم ببینیم که این اشکالی که شما اینجا می‌بینید به چه صورت میتونن در یک صفحه تصویر بشن و یا در فضا به چه تجسم فضایی می‌رسن و چه تفکر تجسمی برای ما نسبت به این موضوعات دارن. خب بریم اول از همه در رابطه با مکان هندسی صحبت بکنیم. ببینید بچه ها، مکان هندسی رو ما قبلا هم در موردشون صحبت کردیم و حرف زدیم. مکان هندسی تعریفش چی بود اگر خاطرتون باشه تو هندسه های گذشته؟ ما گفتیم به ویژگی که به یک سری از نقاط گفته میشن، یا اصلا یه سری ویژگی ها، یه سری خواصی هستن که یه سری از این نقاط دارای اون ویژگی میشن و کنار هم قرار میگیرن و داخل یه مجموعه قرار میگیرن، به اون چیزی که خروجی اون مجموعه میشه بهش میگیم مکان هندسی. مثلا یعنی چی این صحبتی که میکنم؟ مثلا فرض رو میگیم مجموعه نقاطی از صفحه که از یک نقطه به یک فاصله یکسان باشن. این مجموعه نقاطی که داریم در مورد صحبت میکنیم اصطلاحا دیگه بهش نمیگیم مجموعه نقاط، میگیم مکان هندسی. به جای پس مکان هندسی دست مجموعه از نقاطن که در یک سری ویژگی ها چی هستن با هم دیگه مشترکن. پس وقتی من دارم در مورد از این بعد میگم مکان هندسی، یا تو ذهنتون این تداعی بشه که دارم در مورد یک سری از نقاط صحبت میکنم که یه سری ویژگی هایی دارن. حالا مثلا مثل چی؟ مثلا اون تعریفی که الان گفتیم، مکان هندسی نقاطی از صفحه که از یک نقطه به یک فاصله هستند، خب میشه تعریف دایره. یا مثلا فرض کنید مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشند، خب میشه عمود منسف. پس اینا میشن چی؟ تعریف مکان هندسی که میتونه به من چی یه شکلی رو برای من ایجاد بکنه. موضوع بعدی بحث برش بود. ما توی باز هندسه 10 دیدیم که من اگه بخوام یه شکل فضایی داشته باشم و بخوام یک مقطعی رو ببینم، این از اون شکل رو میام مثلا چیکار کنم؟ اونو برش میدم. مثلا مثالی که اگه خاطرتون باشه و ما همراه بوده باشید توی هندسه 1 سری بود، مثلا شما یه هندوانه رو در نظر بگیرید، شما با یه کارت و یه چاقو اینو برش میزنید، اون سطحی که میمونه رو بهش میگیم سطح مقطع.
حالا ما توی جهان ریاضیات که کارت نداریم، چاقو نداریم که کی این کارو برای من انجام میده، کی کار چاقو رو میکنه. یه صفحه میتونه بیاد بر یک شکل فضایی وارد بشه و اون رو برش بزنه و یک سطحی رو اون رو ایجاد بکنه که به اون سطح اصطلاحا میگیم سطح مقطع. پس از برخورد یک صفحه با یک شکل فضایی چی ایجاد میشه؟ سطح مقطع ایجاد میشه. حالا به عنوان مثال رو به تصویر میبینید، اگر شما یک کره رو در نظر بگیرید و یک صفحه رو بیایید با این کره قطعش بدید، قطعا سطح مقطعی که ایجاد میشه یک دایره خواهد بود و اصلا مهم نیست که این صفحه چطوری برخورد بکنه با دایره. هر مدلی که بخواید شما در نظر بگیرید این چی کار میکنه؟ دایره با حالا با شعاهای متفاوت میده. نهایتش اینه که اگر صفحه بر دایره مماس، بر این کره مماس بشه، میتونه یه نقطه بهم بده که میشه نقطه تماس. پس وقتی وارد دایره، وارد این کره بشه، شکل حاصل چی میشه؟ سطح مقطع دایره است، حالا با شعاهای متفاوت و در جهتهای متفاوت. پس این به عنوان چی در نظر گرفته؟ به عنوان یک سطح مقطع دیده خواهد شد. میخواییم بچه ها با یه مقطع جدیدی آشنا بشیم تحت عنوان مقاطعی که با مخروط ها ساخته میشن. اصلا ببینیم چی هستش این مقاطع که حالا مثلا میگیم عنوان فصلمون تحت عنوان مقاطع مخروطیه. اول ببینیم بچه ها مخروط چطور ساخته میشه. اگر بیایید شما دو تا خط مثل L و D داشته باشید و یکی از این خطوط رو مثلا فرض کنید دی رو بیایید هول ال چیکار کنید بچه ها؟ دوران بدید. این دورانی که ایجاد میکنه دو تا سطح که مانند شکل میبینید بچه ها ایجاد خواهد شد که از نقطه‌ای که محل برخورد این دو تا خط هستن با هم دیگه چی هستش؟ مشترک هستن. و اگر دقت بکنید به شکل بچه ها دو تا مخروطی ایجاد خواهد شد که از رأس به هم چی هن؟ متصلن. پس مخروط رو چجوری میسازن بچه ها؟ یکی از روش های ساخت مخروط این هستش که من دو خط متقاطع رو بگیرم، یکی رو حول دیگری دوران بدم، مثلا اینجا دی رو حول ال دوران دادم و دو تا مخروط که از رأس به هم متصل هستن ایجاد خواهد شد. خب الان من تو قسمت قبل چی گفتم؟ گفتم من اگر بیام یک صفحه بردارم و شکل فضایی رو برش بزنم، من میتونم چیکار کنم؟ سطح مقطع‌های متفاوتی رو بگیرم. خب مقاطع مخروطی که می‌خوایم بخونیم چی هست؟ میگه آقا یه صفحه اومده با این مخروطی که اینجوری ساختیمش برخورد کرده. می‌خوایم ببینیم چه سطح‌هایی میتونه ساخته بشه. خب ببینید بچه‌ها، اگر صفحه من دقیقاً موازی با قاعده این مخروط یا اصطلاحاً عمود بر ال وارد بشه، یعنی اصطلاحاً بچه‌ها به این نقطه اولا میگیم رأس مخروط و به این خط ال میگیم محور اصلی و به این خط میگیم خط مولد. خب یعنی اگر صفحه پی بچه ها بیاد بر اون خط حالا محور اصلی عمود بشه، سطح مقطعی که ایجاد خواهد شد یک دایره میباشد به عبارتی. و اگر بچه ها این صفحه بیاد پایین، ببینید این صفحه انقدر بیاد پایین که از این نقطه، از این قسمت عبور کنه، سطح مقطعش میشه فقط یه تک نقطه. پس این خط صفحه‌ای که اینجا هست، صفحه پی، وقتی عمود بر ال باشه و رو ال شروع کنه به حرکت کردن، هر چی بره بالاتر دایره با شعاع بزرگتر میگیره، هر چی بیاد پایین‌تر دایره با شعاع کوچیک‌تر میگیره، تا جایی که برسه به نقطه آ که محل برخورد هست یه تک نقطه میشه، دوباره میتونه بیاد رو مخروط پایین و با چیکار بکنه؟ هی دایره‌های با شعاع بزرگتر رو اختیار بکنه. پس این میشه دایره. اگر صفحه‌ای که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم به صورت مایل بر این مخروط وارد بشه، به طوری که از یک دیواره یا از سطح جانبی مخروط وارد و سطح جانبی دیگه مخروط خارج بشه، در اون صورت به باتی بر ال دیگه چی باشه بچه‌ها؟ عمود نباشه. سطح حاصل یک بیزی خواهد بود. پس بیزی چجور ساخته میشه؟ تو مقاطع مخروطی اگر صفحه بیاد غیر عمود بر ال باشه و از دیواره جانبی یا سطح جانبی وارد و از سطح جانبی سمت دیگه تو مخروط مانند شکل خارج بشه، شکل حاصل چی هستش؟ یک بیزی خواهد بود. و اگر بچه همون چیزی که صفحه‌ای که بود این بار از
بدنه یا سطح جانبی مخروط وارد بشه و از قاعده مخروط خارج بشه. در این صورت ببینید از قاعده مخروط، یعنی از سطح جانبی وارد و از سطح جانبی خارج نشده، از سطح جانبی وارد و از قاعده مخروط خارج شده. در اون صورت بچه‌ها شکل حاصل یک سهمی خواهد بود. به عبارت میگیم چی؟ خط دی با خط دی موازی، یا میتونیم یه جور دیگه بگیم، میتونیم بگیم با خط دی چی باشه بچه‌ها؟ موازی باشد و از رأس مخروط هم عبور نکند. در این صورت فصل مشترکشون میشه چی؟ یک سهمی. پس بچه‌ها سهمی دقیقاً چی میشه؟ یا میتونیم بگیم که موازی خط دی باشه، یا میتونیم از سطح جانبی وارد و از قاعده مخروط چی بشه بچه‌ها؟ خارج بشه. و اگر بچه‌ها صفحه به گونه‌ای قرار بگیره که دو تا سطح جانبی رو مثل شکل، یعنی موازی با خط ال واقع بشه، موازی با خط ال باشه و دو تا سطح جانب رو چیکار کنه بچه‌ها؟ قطعش بکنه. همونطور که تو شکل دیدیم دو تا سهمی طور می‌بینید بالا و پایین هستن که به این شکل میگیم چی؟ یک حزلولی. پس میگیم اگه صفحه پی به گونه‌ای باشد که هر دو تکه بالا و پایین مخروط رو قطع بکنه و شامل محور ال هم چی نباشه، در این صورت بچه‌ها فصل مشترکش میشه یک حزلولی که شبیه به دو تا سهمی هستش که بالا و پایینه. خب بچه‌ها بریم با هم برای که یه خورده بهتر متوجه بشید این مقاطعی که صحبت کردیم و به صورت یک فیلم سه‌بعدی ببینیدش، این مقاطع مخروطی رو که تو اون فیلم کاملا مشخص بشه براتون و جا بیفته، و بعد ادامه درس رو با مکان هندسی خواهیم داشت. خب ببینید دوستان، اگر ما الان هم تو تصویر دارید می‌بینید یک مقطع مخروطی داشت، یک مخروط رو در اصل داشته باشم و همونطور که دارید می‌بینید بچه‌ها این صفحه حالا آبی رنگ که تو تصویر هست بیاد به گونه‌ای بر این مخروط وارد بشه که شکل رو نگاه کنید بچه‌ها به صورتی باشه که دقیقاً موازی با چی هست؟ با قاعده. در صورت اگه از بالا نگاه بکنید به شکل می‌بینید که بچه‌ها چی رو داریم اینجا؟ ما یک دایره رو توی مقطعی که ایجاد شده خواهید دید. پس بچه‌ها من اینجا یک دایره خواهم داشت. پس برای ایجاد کردن دایره کافیه که صفحه موازی، همونطور که تو تصویر دارید می‌بینید، موازی با قاعده قرار بگیره و سطح مقطع رو، یعنی مخروط رو قطع بکنه و سطح مقطعی که ایجاد می‌کنه اینجا، سطح مقطع چی باشه بچه‌ها؟ یک دایره باشه. اگر بیاد بچه‌ها حالا صفحه به چه صورت قرار بگیره اینجا نگاه بکنید، اگر صفحه بیاد به صورت مایل، به صورت اوریب توی این قسمت قرار بگیره که همونطور که میبینید از یک بدنه وارد و از بدنه قسمت دیگه خارج شده باشه، همونطور که تصویر دارید بچه سطح مقطعی که داخل ایجاد میکنه یک بیزی خواهد بود. پس بچه ها بیزی رو چجوری میتونم بسازم؟ من اگه نگاه بکنید بیزی رو، پس اگر بیاد به صورت مایل وارد بشه بر این قسمت سطح مقطعش که ساخته بشه، به صورت مایل بر بیزی برخورد، بر مخروط برخورد بکنه و از سطح جانبی دیگه مخروط باز عبور بکنه و شکل حاصل چی بشه؟ یک بیزی بشه. خب اگر بیاد بچه‌ها دفعه بعد این صفحه به گونه‌ای باشه که باز به صورت مایل وارد بشه، نگاه بکنید بچه‌ها این خط رو می‌بینید، اون همون خط دی هستش که صحبت کردیم که دوران کرده حول ال و این مخروط رو ساخته، و همونطور که نگاه میکنید بچه‌ها موازی با خط چی قرار میگیره این صفحه؟ موازی با خط دی قرار میگیره و به عبارت دیگه از وقتی این اتفاق بیفته میشه چی؟ یه نوع دیگه بخوایم تعبیرش بکنیم میگیم که از قاعده وارد و از سطح جانبی چی شده؟ خارج شده. در این صورت بچه‌ها هم توی تصویر دارید میبینید داخل رو ببینید، دقیقا یک سهمی طور ایجاد میشه و یک سهمی من خواهم داشت. پس سهمی به چه صورت ایجاد خواهد شد که این صفحه از قاعده بیاد وارد و از سطح جانبی خارج بشه یا موازی با خط دی باشه؟ همونطور میبینید باز سهمی رو تو تصویر خواهید دید، سهمی ایجاد میشه. و اگر بچه‌ها این بار این صفحه که داریم در موردش صحبت میکنیم، ببینید این صفحه این بار بیا چیکار کنه بچه‌ها؟ موازی با خط ال باشه یا همون محور اصلی مخروط ها باشن. خب
و به گونه باشه که چکار کنه بچه ها هم سطح بالا و هم سطح پایین رو قطع بکنه، هم توی تصویر دارید میبینید، و اگه اینو به قطع بکنه دو تا سهمی طور میبینید، نگاه کنید، یه سهمی بالا یه سهمی پایین، که به این شکل داخل هم بخواید ببینید نگاه بکنید شبیه سهمی هستش. که بچه ها این بهش میگیم چی؟ یک حضلولی، که یه سهمی، یه شاخه سهمی بالا داره، یه شاخه سهمی چی؟ پایین داره. پس بچه ها به این هم میگیم چی؟ سطح مقطعی که ایجاد میکنه با این مخروط به صورت یک حضلولی خواهد بود که دو تا سهمی میشه توی شکل. پس حواسمون به این موضوع هم باشه. بریم و ادامه مبحث رو با مکان هندسی دنبال بکنیم. خب ببینیم بچه ها، رو وارد بحث مکان هندسی بشیم. مکان هندسی رو قبلا هم باهاش آشنا شدیم، توی هندسه یک، هندسه دو کلی در موردشون صحبت کردیم. به عنوان مثال ببینید، مثلا هر نقطه روی عمود منصف پاره خط از دو سر پاره خط به یک فاصله است. همین دقیقاً یک بحث مکان هندسی میگیم، هر نقطه‌ای که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشن حتما روی عمود منصف اون قرار میگیرن. درست شد؟ پس ببینید این میشه به عنوان چی؟ یک تعریف یک مکان هندسی، ویژگی‌هایی که مکان هندسی میتونه داشته باشه. یعنی اصل ویژگی هست که مطرح کردیم و مکان هندسی رو دارید میبینید. مثلا نیا کنید اگر خط دی رو شما در نظر بگیرید و نقطه ام روی خط دی که حالا دی به عنوان عمود منصف باشه، آم و ام بی چی هستن؟ با هم دیگه برابر خواهند شد. پس اگر ام رو دی که عمود منصف هست باشه، این اتفاق خواهد افتاد. خب ببینید بچه ها، ما تو پس میتونیم اینو وقت کلن جمعش بکنیم و به صورت یک قضیه، حالا قبلا همین خیلی رو دیدید دیگه، میگیم که عمود منصف یک پار خط، حالا به عبارت دیگه میگیم یک نقطه عمود منصف روی یک عمود منصف یک پار خط قرار دارد اگر و تنها اگر از دو سر پار خط به یک فاصله باشن. در اصل بچه اینجوری بهتره بگیم، بگیم عمود منصف مکان هندسی نقاطی از صفحه هست که از دو سر پار خط به یک اندازه است و به عکس. این هم میتونیم که بخوام کلمه مکان هندسی رو ازش استفاده بکنم. پس میگم به طور خلاصه میتونیم بگیم یک نقطه روی عمود منصف پار خط از اگر و تنها اگر از دو سر پار خط به یک فاصله باشد، که معادل این هستش که اینو بگیم مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر پار خط به یک فاصله است. این میشه چی؟ مدل مکان هندسی، گفتن همون قضیه یا همون تعریف قبلی. خب بیایم بازم بگیم، پس اگه بخوایم تعریف کنیم مکان هندسی رو، میگیم چی بچه‌ها؟ مکان هندسی مجموعه نقاطی از صفحه یا فضا هستند که در یک ویژگی مشترکن، یه ویژگی مشترک دارن، و همچنین هر نقطه که این ویژگی رو داشته باشد عضو چی میشه بچه ها؟ عضو این مجموعه خواهد شد، همونطور که قبلا صحبت کردیم. خب بریم ببینیم دیگه چی میتونیم بگیم. مثلا بچه ها نیمساز رو اگه خاطرتون باشه قبل از این که بخوایم ببینیم، گفتیم نیمساز چه بچه ها؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه یک زاویه که از دو ضلع زاویه به یک فاصله باشد. گفتیم کلمه فاصله مفهوم عمود بودن رو با خودش داره. پس الان اگه بخوایم نیمساز رو بگیم، میگیم چی؟ میگیم هر نقطه روی نیمساز زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است. این فاصله یعنی چی؟ یعنی عمود بودن رو داریم. خب پس میگیم هر نقطه که از دو ضلع زاویه به یک فاصله باشن روی نیمسازه، و اگه بخوایم جمعش بکنیم به صورت گزاره، میگیم یک نقطه روی نیمساز است اگر و تنها اگر فاصلهش از دو ضلع زاویه به یک اندازه باشد. درست شد؟ پس این میشه به نوعی گفت همون تعریف مکان هندسی شو بخوایم بگیم. میگیم اگر ام مثلا او نیمساز باشه، یعنی او یک با او دو برابر باشه، یعنی او زد میشه به عبارت نیم ساز، و نقطه ام روی او زد قرار بگیره، در این صورت بچه چه اتفاق میفته؟ ام اچ با ام اچ پریم چیه؟ با هم برابر خواهند بود. پس میتونیم به صورت مکان هندسی بگیم چی بچه ها؟ میگیم نیم ساز هر زاویه مکان هندسی نقاطی از صفحه هست که فاصله آن از دو ضلع زاویه به یک اندازه باشند. پس اینو دقت داشته باشید، به صورت مکان هندسی اینجوری میتونم تعریف بکنم. خب بعدی میشه چی بچه ها؟ میگیم دایره سی به مرکز او و شعاع آر. میگیم چی هستش؟ هر نقطه دلخواه آر روی دایره از او چه فاصله دارد؟ یه فاصله یکسان دیگه، به هنزه آر هستش که همون شعاع دایره است. پس میگیم اگر به یک نقطه در صفحه باشد و از نقطه او به فاصله آر باشد، با برهان خلف نشون میدیم که به کجاست بچه ها؟ روی دایره است. درسته؟ پس میگیم آ متعلق به دایره سی هستش، پس اگر و تنها اگر او آ کجا باشه بچه ها؟ مساوی آر باشه. پس این فاصله
او تا نقطه آ برابر چه باشه؟ شعاع دایره باشه. حالا میگیم فرض میکنیم که بچه ها بی روی دایره نباشد، اون وقت دوتا حالت پیش خواهد آمد. حالتاش چی میشه؟ میگیم یا به خارج دایره است که اونگاه فاصله بی تا مرکز دایره بیشتر از آره، یعنی او به بزرگتر از آر، و این با فرض این که او به کوچکتر از آره چیه بچه ها؟ در تناقضه. پس نتیجه این که نقطه ب کجاست؟ خارج دایره قرار نداره. یا این که بچه ها ب داخل دایره است، در اون صورت چه اتفاق میفته؟ اون وقت فاصله ب تا مرکز از آر کمتر میشه، یعنی او به کوچکتر از آره، و این با فرض این که او به بزرگتر از آر هست چیه بچه ها؟ باز بر تناقضه. پس نتیجه میگیم که نقطه ب کجاست؟ داخل دایره هم نیست. پس با فرض خور باطل میشه. نتیجه میگیریم که او آ مساوی با آر هستش. حالا اینجا با آ نشونش داد، میگه او آ میشه همون آر. پس آ متعلق به چی هستش؟ متعلق به سی هستش. خب میگیم فرض کنید نقطه آ روی دایره سی و آر است. اگر و تنها اگر فاصله نقطه آ تا مرکز دایره برابر چی باشه بچه ها؟ برابر آر باشه. پس در نتیجه میگیم دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه هست که از فاصله آنها از نقطه او برابر مقدار چی هستش؟ ثابت آر هست بچه ها. پس این رو گفتیم که حالا تعریفش هم اول با هم صحبت کردیم. حالا نگاه کنید بچه‌ها، دو خط موازی د و د پریمو در نظر بگیرید که فاصله اونها از هم چقدره؟ 2 سانتی متر. میگه آیا نقطه دلخواه، نقطه‌های دلخواه آ و ب رو روی د و د پریم، روی د پریم در نظر بگیرید که از خط دی فاصله یکسانی داشته باشن. خب چه نتیجه میگیریم بچه‌ها؟ هستن این اتفاق میفته یا نه؟ میگیم بله. پس چه چیزی رو در اصل می‌خوایم بگیم با این صحبت؟ همین که اگه دو تا خط موازی باشه بچه‌ها، کلاً فاصله این دو تا خط چی هستن؟ با هم دیگه برابرن، چون دو خط موازی فاصله‌شون کلاً ببخشید تا بی نهایت از هر دو طرف برید با هم یکسانه. حالا میگیم اگه دو تا نقطه دلخواه روی خط یکی از خطوط موازی بگیریم، فاصله‌شون، یعنی فاصله مفهوم عمود بودن رو داره دیگه، درسته؟ فاصله‌شون تا خط دی چقدره؟ خب میگیم یکسانن دیگه همه‌شون، چون فاصله‌های این دو تا از خط دی با هم برابر هستن. چرا؟ چون دو خط موازی فاصله های یکسانی دارن. این فاصله چقدر هست؟ به اندازه دقیقا فاصله دو خط، که فاصله دو خط رو چند گفتیم بچه ها اینجا؟ گفتیم 2 سانتیمتر. پس فاصله شون به اندازه 2 سانتیمتر از خط دی هستش. میگیم که آیا میتونیم نقطه دیگری مشخص بکنیم که از دی به فاصله 2 سانتیمتر باشه و روی د پریم نباشه؟ میگیم بله. چجوری؟ میایم خط دیزگوند رو به گونه رسم میکنیم که فاصلش با دی حالا در خلاف سمت دپریم باشه. یعنی اگر مثلا اگه شما دی رو اینجا در نظر بگیرید، وسطه دپریم بچه بالا هست به اندازه 2 سانتیمتر، دیزگون 2 سانتیمتر چی هستش؟ پایین هست، به سمت پایین در خلاف دپریم قرار میگیره، که بازم فاصلش 2 سانتیمتره و نقطه‌ای که باز روی دیزگون قرار داره فاصلش از دی به اندازه چقدره؟ به اندازه 2 سانتی متره. پس میتونیم چیکار کنیم؟ این رو نتیجه بگیریم. پس به عبارت دیگه میگیم هر نقطه، همه نقاطی که از دی به فاصله 2 سانتی متر واقع هستن بچه‌ها دقیقاً کجا قرار میگیرن؟ روی دو تا خط موازی با دی. پس فاصله نقاط یکسان با خط دی در کجا واقع میشن؟ چه شکلی میشن؟ چه مکان هندسی به من میده؟ میگیم اوکی، اگه خط دی رو در نظر بگیرید 2 سانتی، مثلا هر چند سانتی که مد نظر باشه، مثلا حالا تا تو این سوال گفته 2 سانت، بیاین قرارش فاصله های نقاط از خط دی رو به اندازه 2 سانت پیدا کنیم، میگیم چه نقاطی هستن، مکان هندسیشون چه شکل هایی میشه. میگیم اون نقاطی که فاصله شون از خط دی به اندازه 2 سانتی متر میاد بالا میشه یه خط موازی با دی، که اسمش مثلا گوشیم د پریم، و 2 سانتم باز از دی بیایم پایین یه خط میتونیم بکشیم به اسم دیزگوند، که این هم چی هستش؟ دیزگوند هم موازی با دی هست و هر دو فاصله هاشون از خط دی برابر 2 سانتی متره. پس این رو داریم. پس چی شد؟ دو خط موازی با دی خواهد بود جواب مسئله. خب میگی پس یک نقطه در صفحه از خط دی به فاصله 2 سانتی متر است، اگر و تنها اگر یکی روی یکی از دو خط دی پریم و دیزگون که موازی با دی هستند واقع باشد. خب اگه بخوایم به صورت مکان هندسی بگیم، میگیم چی؟ میگیم بچه ها مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط دی به فاصله 2 سانتی متر هستند، دو خط
راست موازی با دی در دو طرف آن و به فاصله 2 سانتی متر از آن می باشند. پس این شد چه مدل مکان هندسی گفتنش. بچه یه سری مکان هندسی های مهم رو تو صفحه بهتره که زیاد بگیریم و تو ذهنمون باشه و اونا تو سوالات ازش استفاده میشه. مثلا عمود منصف، نیم ساز، اینا مثلا دایره، اینا چیزایی هستن که خیلی برامون اهمیت دارن. پس اولیش نگاه کنید میشه عمود منصف. میگیم مکان هندسی نقاطی که از دو نقطه ثابت آب در صفحه به یک فاصله ان عمود منصف آب است. پس دقت کنید مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر پاره خط به یک فاصله هست و داشتیم نیه، درسته؟ حالا میخوایم اینو چیکار کنیم؟ مدل یه خورده چی میگن فنی ترش رو مطرح بکنیم. میگیم چی؟ میگیم مکان هندسی نقاطی هست تو صفحه که از دو تا نقطه ثابت به یک فاصله. بچه اینجا به خاطر این کلمه صفحه رو نیاورده، چون عنوان فصل در مورد صفحه داره صحبت میکنه، عنوان این قسمت. در اصل باید بگیم مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو نقطه ثابت چی باشه؟ از دو نقطه ثابت آب در صفحه به یک فاصله باشد. اینو بهتر حتما مشخص بکنیم اینجا، چون این قسمت کتاب مشخص نکرده، چون خودش گفته که دارم رو صفحه صحبت میکنم. ولی اگر من میخوام همینجوری حرف بزنم باید اون مکان رو بگم که در صفحه است، در فضاست، اینو با تعیین بکنم. پس بچه ها اگه خواستم نقطه ثابت از فاصله یه نقطه پیدا کنم که از دو تا نقطه فاصله شون یکسان باشه، میرم سر وقتی که عمود منصف پاره خط دو تا نقطه آبه. بعدی چیه بچه ها؟ میگیم مکان هندسی نقاطی که از دو ضلع ضابه به یک فاصله باشن و بهش میگیم نیم ساز. مکان هندسی نقاطی که از نقطه ثابت او به فاصله ثابت کا باشن میشه دایره به مرکز او و شعاع کا. بعد مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط دی به فاصله ثابت کا باشن میشه دو خط موازی با دی که به فاصله کا در دو طرفش رسم میشه. بچه اینا مکان هندسی های معروفی هستن. حالا میخوایم چیکار کنیم بچه؟ یه کاربرد خیلی مهم مکان هندسی. آقا ما معمولا نمیایم بگیم یه مکان هندسی رو تعریف کنیم. میایم چیکار میکنیم بچه؟ میگیم اشتراک میگیریم بین مکان هندسی ها. یعنی چی؟ میگیم مثلا مکان هندسی نقاطی رو میخوام که دارای ویژگی فلان و ویژگی فلان باشد. دو تا ویژگی میگیم یا سه تا ویژگی میگیم، یا آقا اون نقطه رو پیدا کن که تو این سه تا ویژگی صدق بکنه. درست شد؟ خب اون وقت این میشه چی؟ میشه ترکیب. یا ترکیب چی هستن اینا بچه‌ها؟ ترکیب گزاره ها میشن، ترکیب این مدل از مکان هندسی که جواب میشه چی بچه‌ها؟ جواب میشه اشتراک اونا. یعنی اگر S1 یک مکان هندسی نقاطی با یه سری ویژگی های P1 باشه و S2 مکان هندسی نقاطی با ویژگی های P2 باشه، در اون صورت جواب اون مجموعه نقاطی هستن که در اشتراک S1 و S2 صدق میکنن که هم ویژگی P1 رو دارن و هم ویژگی P2 رو دارن. به عنوان مثال نگاه کنیم، مثلا میگه دو تا نقطه A و B و خط D که شامل هیچ یک از این دو تا نقطه نیستن رو در صفحه در نظر بگیرید. نقطه بیابید که از A و B به یک فاصله باشد و از خط D فاصله 3 سانتی متر. خب بذارید من یه لحظه ببینید. یه لحظه بچه‌ها میگه مکان هندسی نقاطی رو میخوام، دقت بکنید، که از آ و بی به یک فاصله باشن. بچه این یعنی چی؟ یعنی عمود منصف آبی. و مکان هندسی نقاطی که از خط دی به فاصله چی باشن؟ 3 سانتی متر باشن. خب نیا کنید بچه ها، میگه یه خط دارم مثلا مثل خط دی، این خط دی من، دو تا نقطه غیر واقع بر این خطن، مثلا نقطه آ و نقطه مثلا بی، دو تا نقطه باشن. میگه آقا من چی رو میخوام اینجا؟ من خط رو ادامه بدم، خط دی رو. یا آقا من نقاطی رو میخوام که هم از A و B به یک فاصله باشن. پس یعنی چی A و B به یک فاصله باشن؟ یعنی که بیام پاره خط AB رو رسم بکنم و عمود منصف این پاره خط رو رسم بکنم. این میشه پس اولین ویژگی. دومی چیه بچه ها؟ میگه از خط چیز هم از این خط دی من هم به فاصله 3 سانتی متر باشه. پس میام میگم 3 سانتی متر از خط دی میرم بالا، مثلا فرض کنید اینجا 3 سانتی متر میرم بالا، خب یه خط موازی با این رسم میکنم، 3 سانتی متر هم میام پایین، دوباره چی کار میکنم بچه ها؟ موازی با خط دی رسم میکنم. مثلا حالا اسمشون رو فرضاً بذاریم دفریم و مثلا دیزگوند. خب
حالا بچه ها الان اشتراک جواب من کجاست؟ اشتراک جواب من اون جایی هستش که دو تا جواب ها با هم برخورد دارن. یعنی بچه ها میشه اینجا و اینجا، جایی که خط آبی به عنوان عمود و منصف و خط بنفش به عنوان دو خط موازی هستن. و این نقاط رو بچه اگه من اسمشون رو مثلا بیام بذارم، مثلا این نقطه رو فرض کنید اسمش رو بذارم ام و این نقطه اسمش رو بذارم چی؟ امپریم. این لحظه این چیز رو پاکش بکنم. خب نیا کنید این میشه بچه ها، من این لحظه باید که متوجه بشید اینه که اضافه نوشتم پاک کنم. خب نیا کنید بچه ها، اجازه من اصلا کلن یه بار با همین رو بنویسیم حلش بکنیم بهتره، روی این سوال توضیح کامل بدم. میگه یه خط به اسم دی داریم، این خط دی، دو تا نقطه به اسم A و B داریم که غیر واقع بر خط چی هستن؟ بر خط D هستن. میگه مکان هندسی نقاطی رو من الان میخوام که از دو تا نقطه A و B به یک فاصله باشن. خب بچه این یعنی عمود منصف. پس میام چی کار میکنم؟ میام اول عمود منصف A رو رسم میکنم، میشه این خط. این مثلا فرض کنید خیلی بد شد عمود منصف رو پاکش بکنم دقیق تر بکشم، مثلا میشه این خط. پس کنید الان خط عمود منصف آب است. پس تا اینجا فعلا یه بخشی از مسئله یعنی S1 فرض کنید با ویژگی P1 حل شد. بعد گفته چی باشه؟ میگه دفعه بعد و در این حال که از دو سر پار خط آب به یک فاصله است، از خط D هم به فاصله 3 سانتی متر باشن. خب ما گفتیم بچه‌ها می‌خوایم فاصله 1 سان از یه خط رو بگیریم، به کمک چی میریم؟ به کمک دو خط موازی با اون خط میریم. پس میگیم خط مثلا D' رو با فاصله 3 سانتی متر رسم می‌کنم از خط D و موازی با اون، و خط دیزگون رو هم با همین شرایط میام چی کار میکنم؟ رسم میکنم دیزگون رو هم که اونم چیه؟ 3 سانتی متره. حالا بچه ها جایی که خط آبی و خط بنفش با هم برخورد کردن که میشن این نقاط، دقیقا میشن این نقطه و این نقطه، اسم اینو میذارم مثلا M1، اسم اینو میذارم M2. الان بچه ها M1 و M2 هم از دو سر پار خط به یک فاصله هستن. چرا؟ چون روی نیمساز قرار گرفتن و هم فاصله شون از خط دی 3 سانتی متره. چرا؟ چون رو خط موازی با دی قرار گرفتن که فاصله شون 3 سانتی متره. این منظور از این اشتراک ها یعنی این قسمت. خب بریم تمریناشو حل کنیم. میگه مکان هندسی هر یک از مجموع نقاط زیر رو مشخص کن. میگه نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع د و د پریم به یک فاصله. پس بچه‌ها دو خط د و د پریم رو رسم می‌کنیم که متقاطع هستن. بعد میگه نقاطی رو می‌خوام که از این دو خط به یک فاصله. بچه‌ها چی باید ذهنتون الان مشغول بکنه؟ نیمساز. چون نیمساز این بود که مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو تا خط که میشن حالا همون اضلاع زاویه به یک فاصله باشن. پس غالبا جواب میشه چی بچه ها؟ مکان هندسی مورد نظر نیمسازهای زاویه های بین دو خط د و د پریم هستن. یعنی بچه ها این شکل، یعنی خط د و د پریم رو داریم، نیمساز این دو تا زاویه رو رسم کنیم، نیمساز بالا رو هم رسم کنیم، L1 و L2 میشن جواب های مسئله من. خب قسمت B میگه چی؟ میگه مرکز همه دایره هایی در صفحه که بر خط D در نقطه A مماس هستن رو به دست بیارید. خب پس جا نگاه کنید، شما الان یه خطی مثل D دارید. خب میگه مرکز دایره هایی به دست بیارید که مماس هستن با خط D در نقطه A. این نقطه A بچه میبینید؟ این نقطه A. خب میایید دایره ها رو همینجوری وقتی بکشید، چه از این سمت چه از اون سمت، مرکزاشون میشن روی یه خط، اون خطچینی که میبینید. پس میشه چی؟ یه خط L که از نقطه A میگذره و عمود بر چی هم هست؟ بر خط D هستش. درست شد؟ پس این هم میشه این مکان هندسی. میگه P مرکزهای همه دایره های با شعاع ثابت R که بر خط D مماسن. خب بچه ها چه اتفاقی میافته؟ میگه آقا شما خط D رو داری، یه دایره رو در نظر بگی شعاعش R،
مرکزای اینا رو میخواد. مثل اینکه بچه‌ها یه دایره انگار روی یه دونه خط داره قل میخوره، داره میچرخه و میره. اون مرکزاشو وقتی به هم وصل بکنیم میشه یه خط ال بالا، دایره میتونه پایین هم قرار بگیره. چون گفته مماس، نگفته کدوم سمتش، که پس هم میتونه بالا باشه هم میتونه پایین باشه. پس اگه از بالا باشه میشه خط ال، و اگه از پایین باشه میشه خط ال پریم، که ال و ال پریم هر دوشون چیه بچه‌ها؟ موازی با خط دی هستن. چرا؟ چون فاصله همشون بچه‌ها به اندازه آر یا همون شعاع دایره است. درست شد؟ پس دو تا خطی که فاصله شون همیشه یکسان باشه میشن دو خط موازی دیگه. پس اینا هم میشه، این جوابش میشه دو خط موازی با خط دی در دو طرفش به فاصله آر. بعد میگه چی بچه‌ها؟ میگه مرکز همه دایره هایی با شعاع آر که بر دایره سی او آر در صفحه این دایره مماس خارج باشن. بچه‌ها مثلا این بولبرینگ هایمونه، دیدید یه دایره است بعد دایره هایی که اطرافش میچرخه، خب میشه یه مرکز همه اون دایره ها میشه چی؟ یه دایره بزرگتر دیگه. میگه پس میگه مکان هنسی مورد نظر دایره هایی هستن به شعاع، مثلا به مرکز او و شعاع چی؟ دو آر. این آر آر هستش و اون دوباره یه دایره دیگه اومده چیکار کرده؟ با همون مثل بولبرینگ میچ، دیدین هم بولبرینگ های دایره وسطه، بعد یه سری ساچمه یا همون گویی های گرد دورش هستن مشابه. حالا اینا با هم چی هستن؟ فقط دایره هاشون یکسانن. این دایره داخل و دایره بیرون با هم چی هستن؟ یکسانن. مثلا میگن دایره وسط و اون مهره های اون گلوله های اون بولبرینگ هایی که هستش با هم چی هستن؟ یکسان هستن. ساچمه ها یکسان، شعاعشون میشه. پس یه دایره ای که میبینید همونجوری بچه نقطه چینه میشه جواب مسئله. این دایره انگار که روی این دایره داره میغلطه و مرکزشون رو به هم وصل کنیم میشه همین دایره نقطه چینی که دارید تو تصویر میبینید، به شعاعش دو آر هستی. بعدی میگه نقاط A, B, C و D در صفحه مفروضن، نقطه در این صفحه بیابید که از A و از B به یک فاصله و از C و D نیز به یک فاصله باشن. خب بچه این اولا که به یک فاصله بودن یعنی چی؟ همون بحث چیز میشه، بحث همون عمود منصفه میشه. نگاه کنید، بحث رو بحث عمود منصفه. اما بچه این وضع موقعیت نقاط A, B, C و D که قرار بگیرن با همدیگه در صفحه جواب مسئله ها رو میتونه تغییر بده. مثلا ممکنه A و B و C و D به گونه‌ای باشن که عمود منصفه هاشون با هم برخورد بکنن، خب میشه یه دونه نقطه جواب مسئله. ممکنه هست به گونه‌ای بچه‌ها واقع بشن A, B و C و D که اصلا با همدیگه عمود منصفه هاشون برخورد نکنن، که بازم اون وقت چی میشه؟ جواب مسئله جواب نخواهد داشت. ممکنه باز AB و COD به گونه ای قرار بگیرن که دو تا عمود منصفه منطبق بر هم بشن و مسئله داره بی شمار جواب باشه. پس نگاه بکنید، میگیم اگر AB موازی با CD نباشن، مثلا همونطوری که تو تصویر AB و CD با هم موازی نیستن، عمود منصفه هاشون در نقطه O برخورد میکنن، نقطه O میشه جواب مسئله. ولی اگر AB و CD با هم موازی باشند، دو تا پاره خط یا میتونن بر هم منطبق باشن که میشه بی شمار جواب. یعنی مثل این حالت AB و CD با هم یکسان باشن، موازی باشن، میشه بی شمار جواب. درست شد؟ یه مدل هم میتونه باشه که بچه‌ها با هم دیگه موازی هستن ولی خود عمود منصفاشون هم توی تصویر میبینید با هم موازی در میاد. یعنی عمود یکی کوچیک‌تر از دیگری هستش موقعیتش، بعد عمود منصفاشون بر هم منطبق نمیشن و موازی میشن مثل شکل، بعد وقت مسئله اصلا داره جواب نخواهد بود. یا میتونه اصلا در چهار نقطه در یه راستا باشه که اصلا هیچ جوابی نداره دیگه. اینجا قسمت آخر که جاج بی شمار جواب نکنه. اگر چهار تا نقطه در یک راستا باشن، تعداد جوابهای حالت های فوق بنا به این که مسئله جواب دارد یا بی شمار جواب یا اصلا جواب ندارد، مثلا یا یکی باشه یا بی شمار، بسیار رو چهار تا کنار هم قرار بگیرن. خب میگه که نقطه A, B و C در صفحه مفروض است، نقطه بیابید که از A, B به یک فاصله و از C فاصله 3 سانتی باشه. دقیقا همون مسئله که داشتیم بحث میکردیم دیگه. درست شد؟ میگیم پس میخوایم از A, B و C در صفحه هستن، نقطه میخوایم پیدا کنیم که از A و B به یک فاصله و از C به فاصله چی باشه؟ به فاصله 3 سانتی. خب وقتی نقاطی که از A, B به یک فاصله باشن، بچه صحبت میره رو بحث چی عمود منصف. و وقتی که از نقطه C به یک فاصله باشه میشه دایره. ببینید نقطه C نه خط، نقطه C فاصله یکسان میشه چیه؟ دایره. حالا بعد اینو تا اگه با هم دیگه برخورد بکنم بچا مسئله جواب داره، مثلا یک بگونه دایره یک جای قرار بگیره و دو تا نقطه A و B جای قرار بگیرن که وقتی عمود منصف A و B
با دایره‌ای که با شعاع 3 سانتی متر هستش اگه با هم برخورد کنن میشه دو تا جواب، اگه مماس باشن میشه یه جواب، ممکن هست دایره کلن دور بشه و اصلا جواب نداشته باشیم. نگاه بکنیم شکلاشو، پس میتونه اصلا آب به گونه‌ای باشه که عمود مناسبش دایره سی رو قطع بکنه، وقت دی و ای میشن جوابهای مسئله، یا میتونه مماس بشه مثل اینجا عمود منصفه با دایره مماس بشه که میشه یه دونه فقط نقطه دی جواب، و اصلا میتونه چیکار کنه بچه ها؟ اصلا عمود منصفه هیچ برخوردی با سی نداشته باشه و مسئله فاقد جواب بشه. سوال بعد میگه بچه ها نقطه آ و خط دی در صفحه مفروضن، نقطه بیابید که از آ به فاصله 2 سانتی متر، مثلا آ شد بچه ها دایره فاصله 2 سانتی متر، و از خط دی به فاصله 3 سانتی متر، پس میشه 2 خط موازی. پس باز اینجا میشه بچه ها قراره یه دایره و 2 خط موازی با هم دیگه جواب مسئله رو بسازن. پس با هم دیگه میشن موقعیت های چی داشته باشن؟ متفاوت داشته باشن، میتونه هم دیگه رو برخورد بکنن، میتونن با هم برخورد نکازه شکلش رو ببینید. مثلا نیا کنید بچه ها خط دی و آ میتونه کلن به گونه فاصله هاشون از هم قرار بگیره که وقتی از خط دی دو تا خط موازی به اسم دی و دی پریم و دی زگون رسم کردیم، انقدر آ از خط دی دور باشه که وقتی به شعاع 2 سانتی متر رسم میشه اصلا همدیگه رو برخورد نکنن و مسئله فاقد جواب باشه. یا میتونه چیکار باشه کنه بچه ها؟ میتونه دقیقا این دایره بر خط یکی از این خط ها مماس بشه، مثلا بر خط دپریم مماس بشه و جواب میشه یه دونه فقط. یا میتونه چیکار کنه بچه‌ها؟ این نقطه آ به گونه قرار بگیره که وقتی دایره رسم میشه به شعاع 2 سانتی متر در 2 تا نقطه خط دپریم رو مثلا قطع بکنه که مسئله دارای 2 تا جواب خواهد شد. درست شد؟ پس البته جواب‌های دیگه مثلا میتونه داخل بیفته. نگاه کنید مثلا میتونه باز این که جواب نداشته باشه و یه جواب داشته باشه یا 2 تا جواب داشته باشه، میتونه مثلا دایره باز بیفته داخل مثلا رو خط دی قرار بگیره و اصلا دوباره جواب نداشته باشه، یا میتونه دوباره به خط دیزگون مماس بشه جواب داشته باشه، یا میتونه چی از با خط دیزگون هم برخورد نکنه و جوابی نداشته باشه، یا با خط دیزگون مماس بشه یه جواب داشته باشه. پس این دیگه بسته به موقعیت نقطه آ داره و در هر صورت مسئله میتونه 0، 1، یا 2 جواب داشته باشه برای ما. خب میگیم هرگاه صفحه شامل محور یک سطح مخروطی آن را برش دهد، فصل مشترک یا مقطع حاصل چه شکلی است؟ پس بچه‌ها می‌خوایم یه صفحه بیاد شامل محور یکی از سطح‌های مخروط رو در نظر بگیریم. بچه‌ها نگاه کنید، میشه اگه مثلا مخروط ما چجوری ساختیم؟ 2 تا خط متقاطع بودن دیگه. اگر یه صفحه بیا شامل یکی از این 2 تا صفحه بشه، نکن گفته اگر صفحه شامل محور یک سطح مخروطی باشد، محور یک سطح مخروطی خط ال مثلا قرار بگیره، در صورت میشه چی؟ 2 تا خط متقاطع. مثل نمیمونه که همون بذار شکلش اینجا براتون رسم بکنم بچه ها. میتونه مثلا این خط L باشه و این خط D باشه و صفحه‌ای که شامل این دوتا هستند، میشه این صفحه‌ای که شامل این دوتاست که میشه 2 تا خط متقاطع، دقیقا همون خط L و D خواهد بود به عبارت دیگه. 6 میگه هرگاه 2 خط L و D موازی باشند، از دوران دی حول ال سطحی ایجاد می شود که آن را استوانه می نامیم. میخوام که خیلی تابلوه بچه. حال فرض کنید صفحه پی یک سطح استوانه ای را قطع کند، چه اشکالی ایجاد میشه؟ مقطعاشو میخواد. خب بچه ها میگیم که شکلهایی که ایجاد میشه، اگر دقیقا بر ال عمود باشه اون صفحه دایره میشه. نگاه کنید اگه صفحه پی با خط ال به عنوان محور اون استوانه قرار بگیره عمود باشه، میشه یه دایره سطح مقطع، همونچون که میبینید خدچین ها میشن جواب مسئلتون. اگر بچه ها مایل بیاد، یعنی از یک قسمتش وارد و از سمت، یعنی از دیواره سهمی وارد و از دیواره دیگه سهمی و سطح جانبی ببخشید از سطح جانبی استوانه وارد و از سطح جانبی استوانه خارج بشه، شکل حاصل یک بیزی خواهد بود. اگر از بالا بیاد بچه ها نگاه کنید، اگه مثلا بیاد مماس بشه دقیقا میشه یه دونه چی؟
یه دونه خط، و اگر بیاد برش بزنه میشه دوتا خط. نگاه کنید پس اگر الان بیاد اینو برش بزنتش، نگاه کنید اگر الان برش بخوره این صفحه، میبینید دوتا خطی که اینجا میبینیم شده خط موازی جواب مسئله است. و اگر بیاد مماس بشه دقیقا میشه یه دونه حالت. درست شد؟ بچه‌ها چون کتاب گفته چهار تا، یه حالت دیگه هم ما میتونیم متصور بشیم براشون، و اون هم اینه که مثلا این استوانه که ما داریم در نظر میگیریم، اون صفحه‌ای که داره میاد اینو قطعش میکنه، این صفحه مثلا باشه. خب که در این صورت چیزی که ایجاد میشه چه یه همچین شکلی رو ایجاد خواهد کرد که همون سهمی طور هستش، میتونه این شکل رو هم برای من ایجاد بکنه. که چون کتاب گفته چهار تا، در مورد همون چهار تا صحبت کردیم. خب بچه امیدوارم که این درس اول رو که مربوط مکان هندسی هست کاملا متوجه شده باشید. ما در اصل بچه ها اگه دقت میکنید، ما با کل جوابهای مسئله رو با چهار تا مکان هندسی مهمی که ابتدای تمرین ها معرفی کردیم اومدیم و حلشون کردیم. پس بعد اینا رو شروع کردن حالا با هم دیگه چیکار کردن بچه‌ها، ترکیب کردن. پس دقت بکنید که این چهار مکان هندسی تو ذهن، یعنی همون تو ذهنتون بمونه. یکی بحث دایره هست، تعریف دایره بود، تعریف عمود مناسبه، تعریف نیم سازه و تعریف فاصله یکسان از یک خط که میشه دو خط موازی با اون. و اگه اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم، میتونیم مکان هندسی های جدیدتری رو هم بچه‌ها چیکار بکنیم، ایجاد بکنیم. پس امیدوارم متوجه شده باشید. انشالله در جلسه آینده ما وارد دایره میشیم که یکی از مهمترین مباحثی هستش که ما قرار هست بخونیم، یاد بگیریم و حتما هم ازش هم در امتحانات نهایی سوال میاد و هم در کنکور از اینا سوال خواهد اومد و فکر میکنم بحث جذابی براتون بشه. خسته نباشید بچه‌ها.